سرخط خبرها، اختلافات بین طالبان، جلسه اضطراری ملا هیبت الله در قندهار. طالبان بازرسی خانه به خانه را در ننگرهار آغاز کردند. طالبان در پروان دو تن به شمول یک زن را در ملای عام شلاق زدند. ادامه ممنوعیت تصویر برداری وزیر تحصیلات عالی طالبان این بار در کنر اجازه نداد. طالبان به باشندگان دایکندی: اگر قانون امر بن معروف نهی از منکر را اجرا نکنید مجازات خواهید شد. ویدای بیماران در قندوز: در شفاخانه حوزوی به بیماران رسیدگی نمی شود. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. طالبان بازرسی خانه به خانه را در ننگرهار آغاز کردند. منابع محلی در ننگرهار می گویند که استخبارات طالبان بازرسی خانه به خانه را در مرکز این ولایت آغاز کرده است. منابع به روزنامه 8 صبح تایید کردند که طالبان روز دوشنبه 14 عقرب خانه های مسکونی را در حوزه 8 شهر جلال آباد آغاز کردند. به گفته منابع، طالبان شمار جاده ها را در شهر جلال آباد مسدود کرده و دست به تلاشی موترها نیز زدند. هدف از بازرسی خانه های باشندگان ننگرهار تا اکنون مشخص نشده است. طالبان در ننگرهار نیز در این باره چیزی نگفتند. طالبان در پروان دو تن به شمول یک زن را در ملای عام شلاق زدند. منابع محلی در پروان می گویند که طالبان دو تن به شمول یک زن را به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در ملای عام شلاق زدند. به گفته منابع، این دو تن پیش از ظهر روز سه‌شنبه 15 عقرب در محوطه لیسه شفیق شهید در ولسوالی بگرام و در مقابل چشمان دانش آموزان، آموزگاران و مردم محل مجازات شدند. بر اساس اطلاعات منابع، هر یک از متهمان 40 ضربه شلاق دریافت کردند. منابع افزودند که فرد متهم باشنده پروان و زن متهم باشنده اصلی کاپیسا بوده است. این در حال است که چند روز پیش نیز طالبان 4 تن به شمول یک زن را به اتهام لواطت و فرار از منزل در ولسوالی سیدخیلی این ولایت شلاق زده بودند. ادامه ممنوعیت تصویر برداری وزیر تحصیلات عالی طالبان این بار در کنر اجازه نداد. منابع محلی در کنر می گویند که ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در سفرش به این ولایت اجازه تصویر برداری به خبرنگاران را نداده است. منابع روز دوشنبه 14 عقرب گفتند که ندیم در سفرش به کنر نشست را با دانشجویان و مسئولان دانشگاه سید جمال الدین افغان در این ولایت برگزار کرده است. به گفته منابع، وزیر تحصیلات عالی طالبان خبرنگاران را که برای تهیه گزارش تصویری به این نشست آمده بودند اخراج کرده است. منابع افزودند تنها خبرنگاران رسانه های شنیداری اجازه پوشش این نشست را دریافت کردند. این مقام طالبان پیش از این مانع تصویر برداری خبرنگاران شده بود. گفتنی است که تصویر برداری در شمار از نهادهای زیر اداره طالبان در برخی ولایت ها ممنوع شده است. رهبر طالبان برای تجدید سختگیری های امر بن معروف کابینه خود را به قندهار فراخوان. منابع به رسانه ها خبر دادند که هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان روز یکشنبه اعضای کابینه خود را از کابل به قندهار فراخوانده است. این منابع می گویند که جای سختگیرانه تر قانون امر بن معروف در آجندای جلسه رهبر طالبان و کابینه شامل است. منابع از میان گروه طالبان روز دوشنبه 15 عقرب به رسانه ها خبر دادند که اعضای طالبان روز دوشنبه 14 عقرب وارد قندهار شدند. به گفته این منابع، یکی از موضوعات اصلی نشست میان ملا هیبت الله اخندزاده و کابینه او اجرای قانون امر بن معروف در سرتاسر کشور خواهد بود و اخندزاده به وزرا درباره این قانون دستورات ابلاغ خواهد کرد. منابع از میان طالبان گفتند هیبت الله اخندزاده اعضای طالبان را از گرفتن عکس و ویدیو در این نشست منع کرده است. هشدار جدی درباره قانون امر بن معروف: منابع نزدیک به طالبان در قندهار به رسانه ها گفتند که هیبت الله اخندزاده در اجرای قانون جدید امر بن معروف بسیار جدی است و به برخی از اعضای کابینه که با این فرمان ها مخالف هستند هشدار داده است. این منابع میگویند برخی از اعضای کابینه طالبان با قانون امر بن معروف مخالفند.
اما مخالفت خود را از رهبر طالبان مخفی می کنند. نشانه های از نارضایتی. اعضای شبکه قانی طالبان روز یکشنبه 13 عقرب ویدیوی از سر و دیدین قانی وزیر داخلی طالبان را در شبکه اجتماعی منتشر کردند که او در حال دیدار از یک مدرسه دینی در ولایت پکتیکا نشان می داد. در همین تصویر، تصاویر از حقانی در سفر غزنی نیز در شبکه اجتماعی پخش شد. برخی از منابع از میان طالبان می گویند که هیبت الله از این مصاحبه و اظهار سر و دیدین قانی ناراضی است و به این باور است که این مصاحبه به اختلافات داخلی طالبان دامن زده است. طالبان به باشندگان دایکندی: اگر قانون امر بالمعروف نهی از منکر را اجرا نکنید، مجازات خواهید شد. منابع محلی در دایکندی می گویند که ماموران امر بالمعروف نهی از منکر طالبان باشندگان این ولایت را به اجرای قانون امر بالمعروف مجبور کردند. این منابع روز دوشنبه 14 عقرب گفتند که ماموران امر بالمعروف در مرکز و ولسوالی های دایکندی به ساکنان هشدار دادند که در صورت سرپیچی از این قانون مجازات خواهند شد. بر اساس اطلاعات منابع، طالبان از چند روز پیش با علمای دین و ساکنان محلی نشست های متعدد برگزار کردند. به گفته منابع، ماموران امر بالمعروف تاکید کردند که ساکنان باید این قانون را در زندگی روزمره خود اجرا کنند. ادعای بیماران در قندوز: در شفاخانه حوزوی به بیماران رسیدگی نمی شود. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. شمار از باشندگان و بیماران در شفاخانه حوزوی قندوز ادعا می کنند که دکتران و مسئولان این شفاخانه به بیماران توجه کافی ندارند. آنان همچنان از نبود دکتران متخصص در این مرکز شکایت می کنند. این بیمارداران می گویند که حتی از ولایت های دور بیمارانشان را به این شفاخانه می آورند، اما با آنان رسیدگی نمی شود چون دکتران متخصص در این شفاخانه وجود ندارند که بتوانند بیماران را درمان کنند. مریضداران در شفاخانه حوزوی قندوز ادعا می کنند که اگر یک طالب بیمار خود را به این شفاخانه بیاورد، به او به طور صحیح رسیدگی می شود. اما در مورد بیماران دیگر، کارگران صحی و مسئولان شفاخانه بی توجه هستند. آنان همچنان تاکید می کنند که در این شفاخانه بیماران مجبورند تمام داروهای خود را خودشان تهیه کنند. بیماران در شفاخانه حوزوی قندوز می گویند که دکتران با آنان اعلام می کنند که امکانات و داروی کافی در شفاخانه وجود ندارد و از آنان می خواهند تا داروهای مورد نیاز بیماران خود را از بیرون تهیه کنند. محیم الله باشنده ولسوالی امام صاحب قندوز می گوید که به علت مشکلات مالی نتوانسته است بیمارش را در شفاخانه خصوصی درمان کند و به همین دلیل به شفاخانه حوزوی قندوز مراجعه کرده است. او می افزاید که دکتران در این شفاخانه به بیماران رسیدگی نمی کنند، حتی معاینه درست انجام نمی دهند و برخورد مناسب ندارند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.